ما همراه باشید با ایران آزادی. مادر عرفان رضایی، آب را بر من ببندید اما مزار پسرم را نه. فرزانه برزکار، مادر شهید قیام 1401 عرفان رضایی، در آستانه عاشورا و شام غریبان بازماندگان امام حسین یک پست اینستاگرامی به یاد فرزندش عرفان منتشر کرد. مادر عرفان رضایی خطاب به زینب کربلا گفت: زینبم، مرا ببخش، غم تو کجا و درد من کجا؟ پست اینستاگرامی مادر عرفان رضایی: بگذار از فجایع و مصیبتی که بر من گذشت برایت بگویم. امشب که شمع روشن می کنی، کوی به کوی و مسجد به مسجد سلام می دهی و دعا می کنی، شاید من بهتر بتوانم معنی اسارت را درک کنم. شاید من بهتر بتوانم درک کنم چه بر اسرای آن دهه که کشان کشان می بردنشان گذشت. شاید من بهتر بتوانم درک کنم وقتی جگر گوشت غرق در خون است و جنازه‌اش بر زمین می‌ماند، چه حالی به تو دست می‌دهد. وقتی میان آن همه پرستار و پزشک حضور پسرت را انکار می‌کنند و حس می‌کنی جز خودت کسی را نداری و باید اونقدر بگردی تا پاهایت از رمق بیفتد. وقتی مجبور می‌شوی به تنهایی توی انفرادی به عقربه روی 8.5 به یاد سال مرگ پسرت گریه کنی که بیقرار شوی و قلبت بخواهد از جا در بیاید. شاید من بهتر بتوانم گرسنگی آن دوران را درک کنم وقتی هیچ راه و ابزاری برای خودزنی و خودکشی و اعتراض نداری و مجبوری دق دلیت را روی معدت با تحمل گرسنگی پیاده کنی و خواهش کنی که این غذا را سمت من نیار که بوی کافورش مرا یاد اون روز آخرین دیدار می اندازد. من حاضر بودم روزها آب را بر من ببندند اما مزار پسرم را نه. زینبم، آیا تو می دانی مورفین چیست؟ که اگر اختراع شده بود شمر آن را به بدنت تزریق می کرد که نا نداشته باشی تا داد بکشی، تا افشاگری کنی، تا از این درد نفرین کنی. هنوز خیلی چیزها اختراع نشده بود تا رصد شوی. زینبم، مرا ببخش، غم تو کجا و من کجا؟ اما تو توی عصر جهالت و ظلم و بیسوادی و قدرت طلبی بودی و من و فرزندم در عصر مدرنیته و مسلمان پروری و آزادگی و حق بیان. امشب که به شمع ذوب شده توی دستانت نگاه می‌کنی، امشب اگر دستانت از حرارت آتش سوخت، امشب اگر برای خیمه آتش گرفته گریستی، من هم آرزو می‌کنم به آرزوی دلت برسی. ذره‌ای به یاد دل سوخته من باش. عرفان رضایی کیست؟ روز 30 شهریور آمل پر از فریادهای جوانان شورشگر بود. خیابان‌های شهر زیر پای مزدوران حکومت به لرزه در آمده بود. آن شب دو جوان دلیر آملی بی‌باک و با جسارت به سرعت خود را بالای ساختمان فرمانداری رسانده و بنر بزرگ خامنه‌ای را پاره کردند. یکی از آن جوانان بی‌ترس و بیم عرفان رضایی بود. جوانی رشید، قد بلند، با دستانی بزرگ و قوی و شجاعتی بی‌نظیر که بعد از پاره کردن بنر منحوس خامنه ای آن را به نشانه پیروزی بالای سر بلند کرد و شور و هیجان جوانان به اوج رسید. مزدوران خامنه ای که از شجاعت و بیباکی جوانان آمل به هراس افتاده بودند، در اقدامی جنایتکارانه به روی مردم آتش باز کردند و عده‌ای از جوانان شهید و مجروح شدند. آنها عرفان جوان را از فاصله نزدیک با سلاح کمری با تیری به شانه و تیری بر شکم هدف قرار دادند.
فاصله اونقدر نزدیک بود که گلوله از بدن عرفان عبور کرد و او در اثر خونریزی حاصل از این تیراندازی جنایتکارانه جان باخت. عرفان 21 ساله اهل مطالعه و هنر بود. بدون اینکه کلاسی رفته باشد نقاشی می‌کرد. با اینکه به خاطر شرایط پدرش که از مجروحین شیمیایی جنگ ضد میهنی بود، زندگی سختی را پشت سر گذاشته بود، اما خیلی قوی و شجاع بود. چله زمستان کوه می‌رفت. فوق‌العاده سالم و قوی بود. می‌گفت دنیا خیلی کثیف و نامرد است. من جسمم متعلق به این دنیا نیست. معتقد بود کسی که لایق گذشته است را باید بخشید تا ذهن آرام باشد. نباید خود را درگیر کینه ورزی کرد. مادرش فرزانه ورزکار هر روز برای تجدید عهد با فرزند رشیدش بر مزار او حاضر می شود. در عکسی که بر مزارش گذاشتند، عرفان را می بینم که با نگاهی معصوم از آینده روشن برای میهنمان خبر می دهد. آینده‌ای که در آن عرفان رشید و شجاع در لبخند شادی مردم در بهار آزادی زنده و حاضر خواهد بود. روایت مادر عرفان رضایی از شهادت فرزندش. در راهرویی که به اتاق عمل منتهی می‌شد، دیدم که دوستان عرفان گرد کردند و انگار دارند چیزی از من مخفی می‌کنند. رفتم جلو، دیدم لباس عرفان توی دستشان است. لباسی که اثری از خون نبود، ولی رد گلوله کاملا مشخص بود. بچه من گلوله خورده بود و کاملا مشخص بود که آن لباس قیچی شده بود. یعنی عرفان توی اتاق عمل رفته بود. نگاه کردم، دیدم که پشت لباس هم سوراخ شده. گفتم با آن گلوله‌ای که بچه من خورده امکان ندارد از بیمارستان فرار کرده باشد. لباس را گرفتم و جیغ می زدم که لباس عرفان من است. عرفان من اینجاست. اینها می گویند عرفان اینجا نیست. اصلا دست خودم نبود. تمام دستم و تنم می لرزید. یکی از نظامی ها آنجا برگشت، گفت که لباس را بگیر ببر. یعنی به عنوان یاد بود، یادگاری، چنین چیزی. و من خیلی عصبانی شدم. گفتم این چه حرفیست که میزنیم؟ اصلا دست خودم نبود. خیلی فحش دادم و نیروهای امنیتی آمدن بالا. این آقا گفت من که چیز بدی نگفتم. گفتم لباس را بگیر و ببر. گفتم من بچه‌ام را میخواهم. من لباس را کجا ببرم؟ عکس های جنازه نشان دادند. من اصلا نمیتوانستم نگاه کنم. دوستانش نگاه کردند، گفتند هیچ کدام از اینها عرفان نیست. یعنی تقریبا ما 7-8 تا جنازه آن شب دیده بودیم. بعد که ما به سردخانه مراجعه کردیم، به خاطر اینکه پدر عرفان جانباز است، یعنی خیلی لطف به ما کردند بعد از 2 روز که جنازه را به ما تحویل دادند. عرفان من ساعت 8:30 شب اولین نفری بود که در بیمارستان فوت کرده بود. عرفان را تقریبا ساعت 10:30 شب از در پشتی از بیمارستان خارج کرده بودند.